ما مذاکرات و گفتگوهایی رو که در وین انجام میدیم با دقت و وسواسی که لازم هست جلو میبریم. هر دوری میتونسته دور آخر باشه، ولی به جهت اینکه برخی موضوعات باقی مونده به دور بعدی کشیده شده و ادامه پیدا کرده، این دور هم همینطوره. اگر موضوعات کلیدی باقی مونده حل بشه میتونه دور آخر باشه، اگر نه دور دیگه هم خواهد بود. اساساً نباید عجله کرد و تعجیل کرد در خصوص قضاوت، در خصوص که کدام دور آخر خواهد بود. مذاکرات پیشرفت‌های خوبی داشته، گفتگوها پیشرفت‌های قابل توجهی داشته در هر سه کارگروه، اما موضوعات کلیدی باقی مونده و ما به تعبیر دیگه ما الان رسیدیم به حل موضوعات کلیدی، که این موضوعات کلیدی هم قطعاً باید با دقت مقامات دیگه ایران در خصوص روابط دو جانبه، همه تحریم‌های برجامی ایالات متحده باید مرتفع بشه، تمامی تحریم‌هایی که در دوران ترامپ با هدف از بین رفتن برجام و محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از منافع برجام بوده باید مرتفع بشن، باید راستی آزمایی صورت بگیره و این راستی آزمایی هم در فرمول‌هایی که الان در حال بحث است در وین صورت خواهد گرفت و بعد از اون هم جمهوری اسلامی ایران اقدامات جبرانی خودش رو متوقف خواهد کرد. هیچ بنبستی در مذاکرات وین وجود نداشته. مذاکرات به نقاط کلیدی رسیده. مسائل کلیدی باید تصمیم گیری بشه. مسائل کلیدی هم قطعاً هم دقت، وسواس و هم زمان خودش رو میطلبه. ما نه اجازه میدیم که گفتگوها فرسایشی بشه و نه هیچ تعجیلی داریم برای رسیدن به توافق. ملاک و سنجه ما حقوق ملت، ملاک و سنجه ما تأمین منافع عالیه مردم و نظام هست. در همین چارچوب هم تیم گفتگو کننده ما حرکت کرده و دستورالعمل‌های اجرایی از مرکز رو کلمه به کلمه و طابق النعل به نعل جلو برده. گفتگوهای وین هیچ ارتباطی به مسائل دیگه از جمله زندانیان نداره، ولی خب ببینید برای ما، برای جمهوری اسلامی ایران، آزادی اتباع به گروگان گرفته شده تر در ایالات متحده، اونهایی که به ناحق و غیر قانونی به بهانه های واهی در زندان های ایالات متحده هستن، یک اولویت قطعی بوده. قطعا اگر دولت ایالات متحده این موضوع انسانی رو تسهیل بکنه، فضای بهتری رو ایجاد میکنه برای حتی گفتگوها در وین. این همواره در دستور کار ما بوده و اگر شرایطش فراهم بشه ما ذره‌ای تردید نخواهیم کرد برای اینکه اتباع خودمون رو از دست این بی‌عدالتی‌ها نجات بدیم. جمهوری اسلامی ایران همانند هر کشور دیگه‌ای در نظام بین‌الملل نه تنها این حق رو داره، بلکه میتونه از تمامی حقوق بین‌المللی خودش استفاده کنه و در آب‌های بین‌المللی حضور داشته باشه. هیچ کشوری هم نمیتونه تعدی بکنه به این حق. من هشدار میدم که هیچ کسی اشتباه محاسباتی نکنه. آنهایی که در خانه‌های شیشه‌ای نشستند حواسشون باشه که سنگی رو به جایی پرتاب نکنند. خیلی متشکرم.